شبات پاراشای شموت هست، کتاب دوم سفر تورا، کتابی که ترجمه نادرستش به عنوان سفر خروج یا اکسدس اسمشو گذاشتن، ولی کتاب اسمش کتاب شموت هست، یعنی اسپا. و سالهای قبل، شباتهای قبل، راجع به سیکرت هایی که در این پارشا هست، در این کتاب هست، زیاد صحبت کردیم. قصه رفتن بنی اسرائیل هست، بچه های یعقوب، بچه های یعقوب که صدا میکنه تو را بنی اسرائیل، بچه های اسرائیل. و بعد یاد گرفتیم فرق اسم یعقوب و اسم اسرائیل رو، و دوباره تو را منشن میکنه تمام اسم 12 تا بچه های یعقوب رو صدا میکنه، میشماره که این قوم به مصر میان. و همونطور که داستان معروفش رو که فیلم ها هم ساختن براش، داستان ادامه پیدا میکنه با اینکه فرعون جدیدی میاد، شاه جدیدی میاد، و یادشون میره تمام نیکی هایی که یعقوب و یوسف کردن. و بعد چون پیشبینی میکنن که از این قوم شخصیتی بزرگ میشه که مصرائیم رو از بین میبره، فرعون رو از بین میبره، فرعون دستور میده که بچه ها رو از بین ببرن، بچه های یهودی رو از بین ببرن. و داستان میرسه به جایی که مادر مشه رو در یک سبدی میذاره روی رودخونه نیل، و همونطور که میدونیم بتیا دختر فرعون مشه رو از آب میکشه، و داستان ادامه پیدا میکنه و همه داستان رو میدونیم. فکر کنم ارزش این شبات بیشتر از این باشه که بخوایم به داستان اهمیت بدیم، ولی به سیکرت هایی که درش هست. چه چیزی این قسمت تورا برای ما داره؟ نیرویی که، انرژی که، لایتی که از خوندن این پارشا به وجود میاد در این دنیایی که به نظر میاد پر از کیاس هست، پر از هرج و مرج هست، پر از انسرتنتی هست، و پر از چلنج هایی که هممون اندیویجوالی داریم و گلوبالی داریم. چه نور و چه انرژی این شبات هست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم برای بهبود پرسونال زندگیمون و برای بهبود گلوبال. چیزی که دلم میخواد باهاتون شیر کنم، چیزی که به دلم نشست، قسمتی از دوارتورای میخائیل برگ هست. به صحبت از این میکنه که وقتی که بتیا دختر فرعون بسکتی رو میبینه که در این بسکت مشه ربنو هست، مشه ربنو مادرش بسکت رو گذاشته روی رودخونه نیل، بتیا دختر فرعون که اومده در آب، در آب نیل بشوره خودش رو، دست میکنه که این بسکت رو به طرف خودش بکشه. میگه فرستاد دستش رو، دستش رو فرستاد. یعنی چی دستش رو فرستاد؟ و بعد این بسکت رو به طرف خودش میاره. و بعد مقبالین برای ما توضیح میدن که ایمجین کنید این بسکت روی رودخانه بود، داشت حرکت میکرد، بتیا فاصله بسیار زیادی به این بسکت داشت، امکان نداره که فیزیکلی میتونست دستش رو دراز کنه بسکت رو بگیره، ولی somehow معجزه شد، دستش اکستنشن پیدا کرد و تونست سبد مشه رو به طرف خودش بکشه. معجزه شد. بتیا دیزایر داشت که سبد مشه رو به طرف خودش بیاره، و چون دیزایر داشت، خواسته داشت، کانشستنس این داشت که این کار رو انجام بده، معجزه ای شد، اتفاق عجیبی افتاد، یک چیزی بیاند لاجیک
سبدی که باید در جریان آب حرکت میکرد و دورتر میشد از بطیا، somehow در بطیا دستش رسید و این سبد رو گرفت و بقیه همه بقیه قصه رو میدونیم که موشه رو دید، عاشق موشه شد و موشه رو بزرگ کردن در دربار فرعون. آیا تورا داره به ما یاد میده که چطور در زندگیمون معجزه به وجود بیاریم؟ کانسپتی هست در زبان فارسی که میگه از تو حرکت از من برکت. یعنی اگر بطیا دستشو دراز نمی کرد شاید معجزه‌ای هم پیش نمی اومد. امروز میخوام با هاتون یک کانسپت بالاتری رو شیر کنم، یک سرتنتی بالاتری. داستانی هست از رابای کاتسکو، یکی از کابالیست های دوره حدود 140-150 سال پیش. ایشون یکی از بزرگترین کابالیست هاست، یکی از معروفترین صدیق هاست و یک همکلاسی داشته. ربای دیگری بوده که با ربای کاتسکو درس میخونده، یک مکتب میرفته، پیش یک صدیق درس میخوندن و این دوستش همکلاسیش میبینه که این به مقام خیلی بالایی رسیده، به مقام روحانیت رسیده، خخماش والاتر از اون شده، روحانیتش بالاتر شده، تعجب میکنه. وقتی که بهش نزدیک میشه میگه من و تو با هم یک مدرسه میرفتیم، یک کلاس میرفتیم، پیش یک صدیق درس میخوندیم، هر دومون با هم هر روز سر کلاس این صدیق بودیم، یاد میگرفتیم، همون چیزی که تو یاد میگرفتی من یاد میگرفتم، همون چیزی که تو استراگل میکردی باهاش من استراگل میکردم. چطور شد که تو رسیدی به همچین مقامی؟ You have become so elevated. You have become so spiritual. ولی من نرسیدم به مقام تو. What was the difference? What did you do? ایشون در جوابش میده که من هر وقت که فیل کردم در چالش های زندگیم دوباره جهش کردم، جام کردم و سعی کردم خودم رو درست کنم. Every time that I failed, I moved myself, I jumped myself, and I tried to recover. But دوستش ازش میپرسه که How did you keep jumping? چطور تونستی ادامه بدی؟ چی شد؟ ریالیتی این دنیای هست که من و شما چه بخوایم، چه نخوایم، چه سعی کنیم، چه سعی نکنیم، چه آروم بشینیم سر جای خودمون یا چه تحرک داشته باشیم، چالش میاد توی زندگیمون و سعی میکنیم وقتی که این چالش ها رو فیس کنیم بعضی وقتا شکست میخوریم، بعضی وقتا پیروز میشیم. امکان نداره که همیشه پیروز بشیم در مقابل چالش ها، امکان نداره که در مقابل موقعیت ها فیل نکنیم. It's part of the game. We fall. We make mistake. It's impossible not to fall. It's impossible not to make mistakes. میگه فرقش این بود که every time that I fell, I jumped back again. دوباره بلند شدم. دوباره سعی کردم. میگه این قدرت سعی کردن رو از کجا آوردی؟ How could you jump every time that you fall? How could you rise above every time that you fall? میگه از بطیا یاد گرفتم، از دختر فرعون یاد گرفتم. میگه وقتی که بطیا دیزایر داشت، خواست که این بسکتو به طرف خودش بکشه، فکر نکرد آی چه سخته، این جعبه که داره میره، این بسکت که داره میره، آب که داره میره، من که دستم نمیرسه.
نه اینکه حتی گفت از من حرکت از تو برکت، من دستمو دراز میکنم خدا یک معجزه‌ای به وجود میاره این بسکت میاد به طرف من. نه، بطیا حد ابسولوت سرتنتی که من اگر بخوام این بسکت رو دریافت بکنم، if I want to draw this basket to me I can draw it. The absolute certainty که بطیا داشت، absolute desire که بطیا داشت، دیستنس و فاصله رو از بین برد. نه اینکه معجزه شد، خدا گفت بطیا تو دستتو دراز کردی، منم این بسکتو نزدیک تو میارم. بطیا اصلا فکر نکرد که من دستمو دراز میکنم این بسکت میاد به طرف من. وقتی که کسی که ابسولوت دیزایر داره، دیستنس واسش معنی نداره، رنج سفر رو نمیکشه، دشواری ها واسش دشواری نیست، یه پروسسه. خیلی فرق میکنه که من چطور نگاه پروسس کنم، اون چیزی که ایمپاسیبل هست رو پاسیبل بدونم. There is no such a thing as impossible. اگر من قرار باشه که فقط لاجیکال فکر کنم، بگم قدرتم نمیرسه، زورم نمیرسه، دستم که نمیرسه، این که از من بر نمیاد، من در مقابل این دنیای آشفته چه کار میتونم بکنم، من که کسی نیستم، من که قدرت حل این مشکلات رو ندارم، این challenge is too much for me. It is too much. مگر اینکه desire داشته باشم، بدونم که یک سیستمی هست، که یک قدرتی هست، که یک نوری هست، ما برای لاجیک، ما برای قانون فیزیکلی این دنیا. It's beyond the power of time, space and motion. وقتی که زهر رو میخونید راجع به پاراشای شمات، میبینید تمام مقوبالایی که در زهر هستن، از ربی شیمون گرفته تا ربی الزار، ربی عبا، همه دارن صحبت از این میکنن که وقتی که این قوم به مصر رفت، به گالوت رفت، مصر یعنی گالوت، یعنی همین دنیا، یعنی همین چلنج ها، همین سختی ها، خدا باهاشون اومد. وقتی که میگه بچه های اسرائیل، نمیگه بچه های یعقوب، یعنی خود شخینا با این بچه ها اومد. میگه وقتی که میگه میریام نگاه کرد از دور مشه رو در این بسکت، ربی شیمون بر یوحای میگه بچه نباش، میریام نبود، شخینا بود که از دور بچه رو نگاه میکنه. وقتی که زهر رو استفاده میکنید، استادی میکنید، میبینید تمام این پاراشا ربی شیمون داره میگه که در هر لحظه زندگی نور خدا، نوری که ما برای متر هست، It's beyond logic. It's beyond the limitation of the physical world. من و شما هستیم که خیال میکنیم limitation وجود داره. من چه کار میتونم بکنم؟ خودمونو حقیر میدونیم، خودمونو ضعیف میدونیم، مشکلات overcomeمون میکنه. Not knowing که there is a light force of God that is with me 24/7. و all I need is a desire. خواستشو داشته باشم. مثل بطیا بگم من ریچ میکنم و این بسکتو میارم. من حرکت میکنم و مشکلات رو حد میکنم. من حرکت میکنم و چالش های زندگیم رو تبدیل میکنم به نور. ایمان، absolute certainty, highest level of consciousness. شمات یعنی every one of us. این اسپا، اسپای شماست توی تورا. Every one of us. همه ما قبول کردیم که بیایم توی این دنیای فیزیکلی. همه ما قبل از اینکه به دنیا بیایم به خدا گفتیم به ما فرصتی بده. و چرا خدا به ما دوباره عمر دوباره داده، جسم دوباره داده، کالبد جدید داده؟ به خاطر که He has امت داره در ما، قبول داره ما رو، ایمان داره که ما میتونیم کار رو انجام بدیم.
میبینید عشق تورا رو، عشق خدا رو نسبت به بنی اسرائیل چقدر در این پاراشا میبینیم. درسته خدا مثل یک پدر و یک مادر که موفقیت بچهش رو میخواد، رشد بچهش رو میخواد، میذارتش جایی که بتونه این بچه رشد کنه، امتحان بده، چلنج بره، جنگ که بچه موفق شه، ایوالف شه، گرو کنه. ولی درست مثل یک پدر و مادر مهربون و خوب 24 hours با ماست. چیزی که این دنیا احتیاج داره اگه دقت کرده باشید دیزایر و سرتنتی، خواستن هست و امونا. شاید کم باشه که هر شب باد صحبت از امونا بکنیم، صحبت از سرتنتی بکنیم، که هر لحظه بتونیم سرتنتیمونو بالاتر ببریم، امونامونو بالاتر ببریم، نور خدا رو ببینیم. نه این که چشممون رو ببندیم، تحت تأثیر دنیای فیزیکی قرار بگیریم، تحت تأثیر CNN قرار بگیریم، تحت تأثیر این اخباری که ایشون اسمشو گذاشته دروغ. شوخی نمی کنه. دنیای دروغ دروغه. یک صحنه بازیست. درست شده. و هشم is in absolute control of this game. من و شما میتونیم قهرمان این بازی باشیم یا برده این بازی باشیم. عزت هشم به زخوت این شبات، به زخوت سپرتورای امروز، هممون مثل موشه ربنو رسکیو میکنیم دنیا رو، مثل بطیا ریچ میکنیم که برسیم به گولهای زندگیمون و موفق باشیم.